بچه ها امروز یه پسر دارم براتون میگنم وحشیانه پولدار خوب با حساب ولی میخوام بازشوش کم ندارم چوسی بیام مادم ماشین رو آنکاور کنم که میاد ببینه بچه ها چین زیر خوابیده رو بر. رو بر A few moments later. گندش در اومد گندش در اومد سلام برای بکس یوتیوب سوال اختصادی هستم امروز براتون یکی از دوستایی جدید رو بردم به اسم پوریا پوریا توی ونکوور هستش توی کار ریال استیت هست توی اینوستمنت هست و و و و, و. چجوری ما با هم آشنا من ایشون شانسی روی اینستاگرام پیدا کردم و از روی حرفایی که میزد و ویدیو که می‌داشت خیلی خوشم آمد چون دیدم یا یا ایرانیه که داره سعی می‌کنه به بقیه ایرانی‌ها یاد بده و میاد پوینت پوینت میذاره و خیلی داره وقت میذاره حالا میخواد خودم بپرسم چند درصدش واسه خوبی مردمه چند درصدش واسه اینکه خود معروف شیه واقعا همش واسه خوبی مردمه نه فقط برای مردم برای کلا من تارگتی که انجام میدم یه سری ریلتورا هستن که ببینن بتونن بیزنسشون رو امپروو بکنن آها شما ریلتورا رو بهتر میکنی در واقع ببین من کلا به همه سعی میکنم یه سری ادوایس این تو بدم چیزایی که برای خودم کار کرده حالا من بیشتر آپینیه میدم و چیزایی که خودم تجربه دارم برام کار کرده ولی خب یک قسمتیش در تو ریلتورا هستش بخاطر خب من بیزنس ریل استیت همو خیلی تونستم رشد بدم و خیلی خود تو این اینداستری قبولم دارن واسه همین خب سعی میکنم ریل توران کمک بکنم ولی در کنار اون علاوه سرمایه گذاری هم خیلی ها به فکر سر... به ادوایس سرمایه گذاری گوش میکنن چون خب تونستم توی بازار ملک سرمایه گذاری زیادی بکنم و حالا به جایی که رسیدم بیشتر علاوه سرمایه گذاری بوده واسه همین بیشتر همه ه... یه جای همه رو دارم تارگت میکنم ولی خب ریلتور رو فوکس دارم درست بعد چند سال الان اومدی کانال شما من 15 آه... سال الان یعنی 2020 2003 2020 2008 2008 میشه چند سال 2008 سال 2008 خب بعد 2008 اومدی بدترین موقع ریل استیت بود درست میگم خب موقع اصلا فکر ریل استیت نبودم نه پولش داشتم خب همون میخوام توضیح بدی که 15 اومدی اینجا کی بودی چقدر پول داشتی خانواده چهجوری بکاپت میکرد بعد اولین مووی که زدی تو ریل استیت اینا هم یه داستانی میشه تعریف کن شور sure, حتما به این من 2008 که داشتم می اینجا خب سوم دبیرستان بودم mm -hmm. پیش دانشگاهی نخونده بودم هنوز ولی کنکور که دادم دانشگاه تهران قبول شدم <laughs> هنوز پیش نخونده بودم بعدش وقتی که اینجا میخواستم دکتر بشم اصلا اصلا خط. آره تو اون خط دکتری اینا بودم وقتی که اومدیم اینجا یه دونه خونه مادرم داشتش چون خونه بودم پدرم پدر جدا شده بودم وقتی که آه، مادر اینجا بودم پدر ایران بله بله مادرم اینجا بودن پدر ایران بعدش یه دونه خونه داشتیم توی ایران اون موقع دلار 650 تومن بود خونه رو فروختیم 120 میلیون توی خیابون سهره وردی بودش بعدش یه سی 150 هزار دلار تقریبا شد 167 هزار دلار شد اون رو اینجا روزی که رسیدیم کانادا مادر من گفتش که من توی زنده بودنم میخوام به شما ارثتون رو بدم okay. واسه همین من و برادرم و مادرم سه نفر هستیم <applause> مامان یاد بگیر <تصفيق> <تصفيق> بعدش گفتش که اینو تقسیم به سه میکنیم هر کدومتون یعنی هر کدومم یه سومشو برمیداریم و میریم با اون هر کسی میخواد هر کاری بخواد بکنه okay. <applause> مادرم خب پولش بیشتر گذاشت توی حسابش واسه اینکه میخواستش که یه ساپورتی داشته باشه سنش بالاتر بود میخواست کار نمیتونست بکنه انگلیسی نمیدونستش ما خب از, از کالچر ایرانی که میای کانادا بذاره کار کردن واسه فرق میکنه دیگه میدونی خب کار کردن اینجای خور واقعی تره خیلی واقعی تره دقیقا بعدش برادرم عشق ماشین بود یه ماشین رفتش خرید با پولش منم سنم کم بود که اصلا بخوام خطرناک بود بخوام هم پول دست بزنم پس همین مادرم کمک کرد حالا یه مقدارشو بهم کمک کرد یه مقدارشم توی یه آپارتمانی سرمایه گذاری کردم آها آه یعنی با اون پول آپارتمان گرفتی ولی چطوری مگه میشد با... کسی کوساین داشتی نه به اسم مادرم بودش آپارتمان و خیلی هم جالب بود آپارتمان اولی که می گرفتیم تقریبا 180 هزار دلار بودش که با... من آپارتمان اولی که گرفتم به نفعت 80 دلار 85 دلار دو خوابه تو کوکلا واو آره خب فکر کنم اون موقع اکچولی اون موقعی که ما موقع اون گرفتیم شاید اینجا همین قیمتا بود دیگه تو نورث ونکوور من 2003 گرفتم 2003 اوکی پس خیلی قبل آره اونو گرفتیم ولی اون دلیل این نبود که من فکر کنی از اون شروع کردم به سرمایه گذاری توی ریل استیت نه اون در واقع کمک مامانت بود به تو اصلا رفت کمک, کمک هنه. مامانم بود به من که بعد از دو سال من یه دوستی پیدا کردم که به من گفتش که بیا با همدیگه یه بیزنس یه بیزنسی بزنیم از چین شروع کنیم مثلا این متریال بیاریم اینجا بفروشیم من زیاد بس رو خیلی سنم کم بودش خلاصه مادرمون مجبور کردیم این آپارتمان رو فروخت آره پولش دادم به دوستم که با هم یه کار بکنیم و خلاصه رفتیشون از کانادا و پول من کلا خورد و آره. 2008 منم داشتم بیزنس میگم کاش من پیدا کرده بودم این پولتون دیدی به من <تصفح> الان جفتم پولدار بودیم پولتون نخورده بودم الان فقط یکی اون پول داره <تصفح> آره خلاصه یه ذره یه ذره سخت شده بود به یه پوینت رسیده بود که دیگه مادرم پولاشم برای خرج کرده بود برادرم دیگه ماشینش قدیمی شده بود و دیگه اون از ولی افتاده بود و منم هم که همه پولامون خوردن واسه همین مجبور شدم که بیام از رشته ساینس و تجربی که داشتم میخونم دکتر بشم بیام بیرون و شروع به کار بکنم واو یعنی اصلا نمیدونم داستان دو دور بزنه من فکر کنم اون میگیری از اون میری میگی ساختم ساختم, ساختم. اون نه. اومد همه بز... یه کردن حالا تو ریسک کردی داداشت بخشید احمق رویت کرد یا بچگی کرد yeah. مادرم که بی تجربه گی کرد چون پول گوشن تو بانک بعد تنگ کاری که میتونی با پول بکنی آره ولی خب اونم سکیوریتیز میخواستی اون موقع توی زندگیش میدونی یه ذره دو... اگه 2008 ما میذاشت توی استاک الان مثلا بود 18 میلیون آره دیگه دقیقاً دقیقاً, دقیقا. 2008 کراش کرده بود بعد جو ولی خب مثلا میگم منتالیتی توی ایران مثلا یه ده... زنی که مثلا دو تا بچه رو بزرگ کرد فکر استاک هیچ وقت نیستش تو این آره تجربه بود دیگه آره آره برادر دنبال اشغال بود که آقا جون مادرتون اگه سنتون جوونه انقدر دنبال ماشین نرین هر ماشینی بخری بعد از چهار سال قدیمی میشه یعنی به مرگ حالا من ماشینشون نمیخواستم دیگه لو بدم ولی یه صحنه میذاریم احتمال میذاریم اول ببینید که اصلا بدونید ماشینش اگه دیدین آره دیگه نمیدونم ماشینشون لامبورگینیه لامبورگینی اس یو <مزن> <خوبش مستن> چی اسمش؟ اسمش رو گذاشتیم شارک به خاطر اینکه بادی کیت شارک روشه آره یه دونه کمپانی تاپ کار هستش که دیدم ویدیو تو چیز میچسبون دیدش آره یوروس آره 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 آره. رو تبدیل کرده به یه شارک من خودم وقتی مزارتیق گرفتم روز اول که بیرون بودم اینجوری نگاه میتنم کی من نگاه میکنه فقط هم اصلا میرسم یه چاریش من نگاه میکنم چرا من بعد خیلی این عقده یا دیگه خب من من من, من چیزم قبلا کان قبلی اسمش بود چوپان راستگو خب ده. مثلا کلا فقط راست میگم یعنی هر چی ازم بپرسی راست میگم حتی به زرنم باشه بعد باشه من طوری فکر <laughs> من این این چیزی که همه از من طرف یعنی از من انتظار دارن بعد از یه ماه دارم میگم نه 5 سال نه یک سال بعد از یه ماه کاملا یادم رفت این احساسو که مثلا میشینم توی ماشینا فقط به چیزای دیگه, دیگه فکر میکردم که مثلا چقدر بنزین میخوره یا مثلا چرا این ماشینی که مثلا مازراتی اینجای درش کجه یا مثلا چرا اینجاش مثلا این چند نه چسبیده کامل اون تچ پلاستیک لایه در مثلا همش قور داشتم بزنم جای ماشین بعد یارو تو ماشین نشسته بودم پشت چراغ قرمز بعد یه یا... یارو اینجوریش من نگاه می‌کرد بعد بهش نگاهش کردم اون کردم. 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 کردم بعد دور بهش نگاهش کردم دیدم داره نگاه کردم بعد بخوام من چرا من نگاه می‌کنه کاری کردم بعد دیگه کردم من که بعد چیزی هم که ماشین ندارم قیافم غیر عادیه چرا بعد یهو اونجا مغزم به یعنی مغز چپ به مغزم اسکل چون معذرتی داره نگات میکنه بعد یادم هم... او یعنی اون فیلینگی که دنبالش بودم تمام این کارا رو به خاطر اون کردم بعد از یه ما از بین رفت حالا خب مازاراتی نسبت به شارک مثل کفش به هواپیما میمونه خب زمین <تص> میخوام اینم احساس تو چطوری بود واقعا بیم واقعا ماشین رو برای اینکه بخوام یه تج... جلب توجهی از مردم بکنم نگرفتم چون خب من قبل از لامبورگینی بنتلی داشتم بنتلی هنوز داریمش برادرم استفادهش میکنه یعنی برای برادرم الان یه مازراتی داشتم قبل از اون دوباره یه مازراتی گراند توریزمو داشتم قبل از اون یه دونه بنزش 63 لیمیتد داشتم یعنی همیشه همیشه از 20 سالگی همیشه ماشین های داشتم و الان اگر لامبورگینی رو گرفتم مثلا یه چند ماه پیش هفت هفتش ماه پیش واسه این نبودش که بخوام تو توجه مردم بکنم واسه اینه که مثل که تولز میمونه برای من ماشین مثل هر بیزنسی که مثلا یه بیزنس اکسکویشن حالا به فارسیش میشه گود برداری یه بیزنس اکسکویشن یه دونه ماشین ولوو میخره 500 هزار دلار واسه اینکه واسه یه بیزنسشه درسته حالا اگه یه نفر بیاد بگه تو چرا ولوو 500 هزار تایی خریدی نرفتی دونه هوندا 200 هزار تایی بخری خب اون به بیزنس من خیلی بیشتر کمک میکنه درسته واسه این من منم توی بیزنس ریل استیت اگر میخوای با یه سری آدمایی باشی مم. که تیست لاجری دارن و خودشون استایل زندگیشون این تولز هستش, ماشینا هستش خونه ها هستش باید تو اون کلیبر باشی که بتونی با اونا اندرستند بکنی که وقتی میری یارو کامفورتبل باشه بگی اوکی یا دقیق... این یارو من نمیفهمه دقیقا. ببین مثلا بگم مثلا ما یه دونه ملکی داشتیم میفروختیم ده میلیون دلار بودش بعدش یه خانمی مده بود با یه دونه بی سری سه قدیمی اون بایرز ایجنت اون سایت بود ام. ما داشتیم لیستینگ داشتیم بعدش اومدش خلاصه بایر اومد تو بهش گفتش که تو حرف نزن میخوام خودم با اینا صحبت بکنم ببینم مثلا چقدر به من تخفیف میدن و اینا مثلا آدم حسابش نمیکرد به خاطر ماشین آدم نمی... درسته بعدش خلاصه طرف اومد با ما شروع کرد صحبت کرد با ما که مثلا تونش عوض شد یعنی تونش کلا عوض شده و گفت به نظر شما مثلا من بعد اینجا رو چی کار بکنم میدونی وقت رو مت... با شما ایکوال میدید با اون زیرش میدید اصلا می شاید زیره یعنی من با من که صحبت میکنم منو زیر خودش حتی میدید چون خودش هم <تصفح> سوار نمیشد میدونی و وقتی که اون سیلز انجام شد من کمکش کردم 9 میلیون دلار خونه رو تونستیم بفروشیم که به اون خانمه گفتیم که این حرف 9 میلیون 27 دلار 270 هزار دلار کامیشن داره 278 هزار تا بعدش ولی حال که مثلا سری فامیل اقتصادی دیگه او من فامیل اقتصادی واقعا خوب مردم واسه مدت طولانی فکر کردن که لقبمه اقتصادی همه میگفتن که فامیلی واقعی چی بودن به خدا اقتصادی من این چه کاری چیزی انجام ندادم فامیلی من صادقی راست گفتم بابا اقتصادی صادقی این اپیزود اسمش از صادقی اقتصاد صادق خب ببخشید بعد دیگه بعدش بهش گفتیم که بهش گفتین که ببین اگه تو میخوای تو این مارکت باشی کاری که میکنی بعد از این کامیشن رو میسازی برو ماشین تو عوض کن یه کیف گوچی و کفش گوچی هم پات بکن که اون کلاینتت که وقتی باهات صحبت میکنه فکر نکنه که داره از بالا به تو نگاه میکنه به خاطر اختلاف حالا مالی که فکر میکنه تو ذهنش با تو داره شاید هم نداشته باشه واقعا و این واسه یکی دلایلی که حالا من لامبورگینی رو دارم من چند تا ماشین دارم و هر کدوم ماشین واسه یه پرپسی ازش استفاده میکنم لامبورگینی بیشتر واسه اینه واسه بالاخره سوشال میدیا هم یک مقدار کمک میکنه و اصلا کلا هم خب ام دوست دارم ماشین میتونه بعدش بیاد از لامبورگینی آره, آره. خب ببخشید بعد برگردیم به داستان خیلی خب اومدی و به قول سه تا فیل تو خانواده افتاد و خونه ایران در واقع دود شد شما از مدرسه اومدی بیرون که به کار برسی ادامه رو لطفا بگو از مدرسه الان چند سالته الان 31 ساله نه 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 اون موقع اینجای داستان اون موقع دیگه ببین فکر کنم 10 سال پیش بود تقریبا 21 20, 20 سالم بود تقریبا. 20 اوکی 20 پس اومدی بیرون که بری دنبال کار بعد آره. کجا اول نگاه کردی؟ چه <بخش> زبان الان خوبه تو این داستان؟ زبانم نه زبان هنوز اونقدر خوب نیست خب از زبان الان هنوز تکنیکی دست با شکسته است به خاطر دنیا میگی خب مثلا دیگه برم کار کنم آره. 19 سال بود اون موقع اوکی رفتی توش به رفتم. کار بکنم خب اولین کاری که گرفتم اینه دلار استور بودش ساعتی 6 دلار کار میکردم ام... 6 و 25 درست میگم نه 6 بودش آره اون طرف داش اونم از من تیک آره بعدش ام... بعد از اون تو یه دونه ساندویچ فروشی کار کردم کویز نوز اون ساعتی 8 دلار بعد از اون اومدم بیرون یه دونه لباس فروشی بنار, بنار بنار ریپابلیک بودش که توی اون کار کردم ساعتی 10 دلار اینا هم مدت های کوتاه حالا یه سوال دارم الان بنار ریپابلیک پیچک بعد می اومد 200 دلار دیویستولار. این 200 دلار چیکار میکردی؟ ببین پیچکی که می اومد اصلا به خاطر اینکه واسه خودم یه سری خرج به وجود آورده بودم قبل از اینکه سادنلی یکی بیاد پولم رو بخوره اها. توی یه سری بدهی بودم که پیچکم همش میرفت واسه اونا بعدش تو اون پوینت مادرم هم موف کرد رفت آمریکا دیگه کانادا نموندش با یکی از خالام زندگی میکردش من و برادرم موندیم که با هم دیگه یه دونه آپارتمان دو خوابه اجاره کرده بودیم ولی, یکی ولی دو خاورم نمیتونستیم حتی اجارش رو بدیم دیگه, دیگه توی پوینتی یعنی مثلا شده بود ماهی هزار و... ماهی 1300 دلار بود اجاره اون دو خوابه توی وودکرافت نورت ونکوور الان <تصفح> اون چه رزا نه الان هم همون اتفاق بود که بالا نرفت ولی اونم نمیتونستیم حتی اجارش رو بدیم و من خودم توی لیوینگ روم میخوابیدم یعنی برادرم یه اتاق خواب داشت که از دوستان اون یکی اتاق خواب بود آره من توی یه دونه از این مبلایی که تخمی شدن توی لیوینگ روم میخوابیدم ماهی 300 دلار بهشون میدادم حالا برای چیز داستان وقتی اومدیم اینجا ما سال 99 اومدم yes. بعد اون موقع خیلی سخت بود خونه اجاره پیدا کنه چون اینترنت وجود نداشت کسی yes. که خودش اجاره روزنامه اد میزاش، بعد تو روزنامه پیدا می‌کردی مثلا زلو سه شب سر 4 بیان بعد شب که مثلا 50 نفر دم در خونه بودن بعد ما هم چهار بودیم یه بچه مثلا 17 ساله قهوه‌ای اومده اینجا انگلیسی هم بلد نیست درست خب به من, نمیداد وقتی مثلا اون که آپشنش پسر کاندری که مثلا کار درست داره گفت سمتون من هیچ شما خونه نمیداد بس سر همین موضوع مجوش هم یه خبر رو بگیریم منم برای یک سال یا دو سال تو سالن میخوابیدم اصلا مو... خواب مبل که دقیقا. صبح میشه جز خونه شب میزنمش تو تخت و من توش دقیقاً انقدرم فیکنس مدرسش بود آخ آخ آخ. که کمر درد خلاصه این از این سایدی که بودش بعد شروع کردم دنبال کار دیگه گشتم دنبال نگاه کردم من جوونم بدنم هم جواب میده دوست دارم رفتم دنبال کانستراکشن راست بخوای رفتم یه دونه کار پینتینگ گرفتم سامرم بودش اکستریور پینتینگ انجام میدادیم میگم ماینست با کانادا با ایران خیلی فرق میکنه میدونی توی مثلا توی ایران یه آقایی بود مثلا میواد واسه ما خونه اون انجام میداد رای میکرد مثلا چقدر میشه میشه 200 هزار تا میدونی مم. بعدش اینجا خب مثلا درآمد یه پینتر میتونه از درآمد <تصفح> کسی که تو بانک کار میکنه بیشتر بشه بعد خیلی گرونه فکر کنم مثلا 15 20 هزار دلار دو میگیرم بعد خونه رو بخوام رنگ کنم آره دقیقاً آره بعدش خلاص سه ماه با یه آقایی به نام آقای, آقای ات... اه... اه اسمش جیسن کانادایی بودش با اون کار میکردم بعد از سه ماه واسه خودم شروع کردم کار گرفتن همون کار دقیقا دقیقا شروع کردم <تصفح> کانترکت پینتینگ گرفتن خیلی هم جالبه یه دونه پیتزای فروشی توی نورت ونکوور هستش پیتزا کریسپی ایرانی هستش <تصفح> خیلی خوبه رفتم یه روز اونجا با لباسای رنگی و اینا یه خانمی اونجا بودش گفتش که تو کار پینتینگ میکنی گفتم آره گفتش که نه پینتر رو دوست بعدش گفتش که ما میخوایم خونه اون رو رنگ کنیم اگه میشه یه نگاهی بکن خلاصه من رفتم و اون او... یکی از اولین کارهام بودش که پرسونالی کانترکتش خودم گرفتم خب پس این اولین کاری که گرفتی حالا آره. هیچ اولین کار نمیره خیلی جالب این اولین سلز تو بعدش بعد از اون شروع کردم که کار گرفتن بعد از یه مدت دیدم که من توی سلز و کار گرفتن پینتینگ خیلی خوبم آه. و با هر کی صحبت میکنم کارشو می‌گیرم و شروع کردم یه سری کمپانی هایی که با اصلا قبلا کار کردم اونا رو هایر کردن اصلا اسلولی که کارهای من رو انجام بدن چون انقدر دیگه کار داشتم مم. چهار تا کمپانی پینتینگ دیگه اومدن زیر کمپانی من فقط من کار رو میگرفتم به اینا کار رو میدادم دیگه, اصلا دیگه تو فقط در واقع جاب میده دقیقا من فقط شده بودم جاب بروکر در اصل بعد از یه مدتی یه سیستمی وجود آوردیم تونستیم پرمیت های شهرداری نورت ونکوور و وست ونکوور رو از توی وبسایت شهرداری ببینیم تایم پرمیتاشون کیه مجوز کارشون بعد تو ذهنم استیمیت کردم دیدم که خب هر ساختمونی از زمانی که میخواد شروع بشه تا زمان پینتینگش هشت ماه طول میکشه بعد بکدیت کردم اون پرمیت ها رو رفتم نگاه کردم مثلا یه لیست 100 تا خونه اپلای کرده بودم برای پرمیت یک سال گذشته رفتم همه آدرس ها رو در زدم توی گوشیم با گوگل رفتم اونایی که هشت ماه گذشته یا یک سال گذشته اپلای کردن درایو کردم اون روز دیدم همه خونه تو پوینت پینتینگن همشون بعدش شروع کردم با همشون صحبت کردم واقعا شروع کردم با همشون صحبت کردم مثلا یومی تو یک ماه 100 هزار دلار فقط کار پینتینگ می‌گرفتم و اون کارهای پینتینگ رو میفروختم به کمپانی های دیگه, دیگه. دیگه. دقیقا مثلا میگفتی سی هزار دلار ساب کانترکت میکردی بیس هزار دلار بدونی که هیچ کاری بکن تو اون پوینت داشتم اوکی پول در میابردم اینجا ام... که میری اول ماشین خوب میخوایی درست میگم؟ اینجا یه دانه بینز سی الس فیفتی گرفت خب این احساس رو تعریف کن برام اخی رفتید چون من ماز اولین ماشینی که خوب خریدم yes. داستانشم جالب ریده شد بهم. به حالا تو داستان تو تو وقتی رفتی اونو خریدی اولین فیلینگ چی بود؟ <laughs> به میدونه تراک دونه از این مانسه تراک داشتم اوه. که بهتن گفتم تراک بزرگ داشتم که ماشین کارم بود که ازش استفاده میکردم که نانا تو ایران لنگ روزر ایران بود ولی تراک تاندرا تراک بعدش بعد از اون یه روز داشتم با برادرم میرفتم بعدم عشق ماشین بودش اون هنوز باور نکرده بود به کار من که من دارم انترپنور میشم و دنبال کار هستم واسه خودش راه خوش رفته بودش بعدش الان تو تیم شما سیگ درست میگم الان نیست الان با درست الان تو تیم یه قسمتی از کار ما درست بعد از من 5 سال بزرگتر بعد از بزرگتر بعدش هیچی داشتم تو تو اتومال نورت ونکوور میرفتم و یه دونه بنز سی ال اس دیدم پارک کرده خیلی خوشم اومد رفتم با طرف صحبت کردم همون آقایی بود که واسه من شارکمو تعریف کرده بودش <مممم> گفتش که خیلی خوشحالم که داری موفق میشی و خلاصه رفتم تست درایوش کردم ازش خوشم اومد گرفتمش دیگه خب مال من داستانش این بود که من خیلی دلم میخواست خب من ماشین اولی رو که گرفتم خوب بود همون اینفینیتی جی بود اون موقع تازه اومده بود سال 2006 یا 7 دو سال بود ساخته شده بود خیلی متفاوت با ماشین های دیگه و آپشناش خیلی زیاد بود و از این حرفا ها خیلی هات بود همه اون موقع راجع به جی حرف میزنن من رفتم جی رو بخرم بعد اصلا میشه ماه 1200 دلار گفتم خب که پش چیزی که من یه روز نمیایم پول و اونو خریدم از زد... به بابام گفتم بابا من الان مثلا چون 23 سال هم میخوام ازت اجازه بگیرم چون من میدونم هنوز بزرگ نشدم خیلی میخوام برم یه ماشین بخرم اینو این بابا گفتش که اگر پسر من تو سن 20 مثلا یه سالگی یه دو سالگی هر سالی که نمیدونم تو سن فنچی میتونه بره یه ماشین مثلا 80000 دلار یا خودش بخره من خیلی پراودم ولی اینجا دارم میگم بابام اشتباه کرد بابا من اگه عاقل بود اونجا بهم گفتش که پولتو به گوه نزن برو یه ماشین دستاوم بخر و فکر شکل نباش چون من بیزنس ایشو نشم من سلز نشم من آنلاین بودم کسی من نمیدید yes. ولی خب بابا خب بابا ایرانی و واقعا ذوق کرده بود اون داشت عشق خوشو میگفت ولی درستش نبود؟ در اصل من کار کردم حالا اینا که تخمی بود ولی گفتم مازوتی بخرم خیلی دلم می‌خواست ماشین کش بخرم خب برام خیلی مهم بود که مثلا کش بخرم ماهی نشته باشم از این حرفا بر پول برداشتم 100 هزار دلار کش با خودم بردم توی اسکناس اسکناس <laughs> بعد به یارو گفتم که مثلا چقدر میشه مثلا گفت انقدر بعد دستم کردم تو کیفم 100 دلار گوشم روی میز بعدم گفتم یارو مثلا یه لبخندی میزنه میگه داداش نه این این قیافه یارو مثلا میگم پول اومد اینجا ام نگران نباش اینجا دورمینه همه چیز دور یه اوکی یعنی اصلا انگار که مثلا رفتی بقالی مثلا گفت یه شونه تو خمرق بده من گفتم مثلا میشه جناب دلار بعد اینجا دو من 40 سال زندگی رو صرف کردم که بیام یه یعنی همچین مومنتی داشته باشم ریدی بهم خلاص این داستانش ای که بود اصلا یه تو خوشم حساب نکرد که مثلا کش نه بابا چرا چیزی که ما میبینید خلاص اینجور موقع خیلی باحاله من همیشه میگم من دوست دارم پولدار دا فقیر باشم تا فقیر پولدار. ببین چی میگم چون مثلا تو این سناریو الان من فقیر پولدار بودم دیگه رفتم دو صد میگه صد چی داداش مثلا یارو یه میلیون میداد مثلا ماشین میخواد واسه خودش هم نی واسه دوست خرج میخره این تو که چاغالی بابا واسه همین من این احساسی اون لحظه بود ولی ما تو هم جالب ما ز... تو ولی تو جوان تر بودی من جوان بودم چون من تو سی و چهار 5 گرفتم ولی تو ماشین خفن تو تو جوونی تو اون زمان 20, 21 سالم بوده شکر. تو اون زمان فکرم خیلی حال میده خیلی حال میده چون همه دارن میبینن همه دختر و دنبال مثلا ماشین که من سوار میشدم یه آقای مثلا 50 ساله هم همچین ماشین داشت من مثلا سن پسر 21 ساله هم, هم ماشین داشتم همه فکر ماشین باباته بعد من کلا مت بلکش هم کرده بودم یعنی کل ماشین مت بلک بود چراغش تینتت بود پنجره هاش بود اگزاست بار باس روش گذاشته بودن یعنی ماشین بهش میگفتن بت اصلا هستن کلا آره خیلی خوب بودیش آره خیلی باحال خیلی عالی خب و اینو گرفتی و بعد حالا الان توی همون هنوز کانترکت رنگی آره بعد از یه مدتی که کار کانترکت پینتینگ انجام میدادم یه آقایی یکی از دوستانم اومد گفتش که میخوام باهات کار بکنم میخوام با شریک بشم گفتم که خب من کمپانیمو اگه بخوای نصفشو بهت میفروشم بعدش گفتش که شور گفتش چقدر میخوای گفتم 50000 دلار نه بابا یعنی اون به من گفت بریم من بهش گفتم تو من بگو چقدر فکر میکنی کمپانی من میارزه اونم یه چیزی که گفتش من 50000 دلار میتونم بهت بدم بعدش گفتم باشه نو پرام 50000 دلار تو بیا من شریک بشو البته خیلی پسر خوبی بودش هنوزم با هم شریک بعدش به من 50000 دلار داد من باشه آپارتمان خریدم اون موقع پیش خرید کردم یه پیش خرید کردم 35000 دلار دام پیمنت گذاشتم یا آپارتمان 350000 دلار خریدم که چند سال بعد بهم تحویلش میدادن بعد از اون کار کانسترکشن رو با هم دیگه بردیم جلو پینتینگ رو بردیم جلو اکسپند کردیم توی فلورینگ درایوال چون دیگه اینا همه به هم وصل بودن دیگه ما یه سری کمپانی فلورینگ آوردیم زیر خودمون یه سری کمپانی درایوال آوردیم زیر ولی هیچ کی خودتون نمی‌کنین فقط کمپانی ها رو فقط ها. رو این گل آره. بعدش هی دیگه داشتیم جواب می‌گرفتیم و جواب رو می‌فروختیم بعد از یه مدتی خودوسم از یه خانواده پولداری اومدش با من جوین شدش و یه گفتش که من یه آپارتمانی میخرم خودمون رنوویت بکنیمش کامل من میفروشم برای خودش بود البته یه بار اون یه آپارتمان خرید بعدش من یکی از خاله هم و مادرم گفتش که منم میام یه آپارتمان میگیرم شما مثلا من رنوویت بکنین من گفتم من اینجا رنوویت میکنم ولی هیچ پولی نمیخوام از شما ولی واسه من سهم به بهم بدین توی اه. این اه, کار اونجا رو رنوویت کردیم سهم گرفتم فروختیم سود کردم بعد دوباره با مادرم شروع کردم یکی دیگه خریدم انجام بدم خلاصه اه, مثلا شد سالی 7-8 تا 10 تا آپارتمان بخریم رنوویت بکنیم دیگه کم کم از اون کار کانترکت گرفتن دادن فاصله گرفتم راست شو بخواه چون دیگه زمانم رو خودت دیگه کانترکتر خود شدی در واقع دقیقا خودم شدم کانترکتر خودم اون پولی که داشت سرمایه داشتم داشت رشد میکرد. شده چند تا آپارتمان که داشتیم انجام میدادیم بعد از یه مدتی پولامون رسید به یه حدی که بتونیم یه ساختمونی بسازیم توی وست ونکوبر یه ساختمون لاکجری بودش مثلا یه خونه ساختیم 6.5 میلیون دلار ارزشش بود بعد از اون دو سه تا خونه دیگه شروع کردیم من دارم خونه که 6.5 فروختین میشه به من بگی زمین چقدر بود قیمت خریدش چقدر, چقدر بود چقدر کاست کانسترکشنش بود آره میتونم بگم زمینش رو گرفتیم دو میلیون و هشتصد و خونه روش بود یا نبود خونه روش بود خونه رو خراب کردیم خونه جدید ساختیم یه خونه خیلی خوبی هم روش ساختیم تو این کار حدود 200 تا دلار ضرر کردیم واسه بخیر نه بابا مارکت رفت پایین و ما خونه که ساختیم خیلی خونه خوبی ساختیم طول کشید فروش به اینترست بانک آره تو اون کار ضرر کردیم ولی خیلی چیزا یاد گرفتیم ازش یعنی تجربه مالی ضرر بودش ولی تجربه ای تجربی خیلی چیزا ازش یاد گرفتیم که من تجربه رو همیشه بیشتر ترجمه میدم به مالی بالاخره مدرسه اینجوری بهش نگاه میکنم یعنی تو مدرسه هم که الان میری دانشگاه هم که میری یه پولی داری میدی یه سی به یاد میدن حالا الان فکر کنم همه اون پولا رو یه جا دادی یه سی یاد گرفتی امکان داشته در واقع ب... بس که امکان داشت پولم نخواهی بدی چی آره اوف پولم آه. بس از آره از ولی اگه پولا رو میساختم اون چیزی که من یاد گرفتم یاد نمیگرفتی دبین چی بهتون گفتم حالا این تو نمیدونی احتمالاً من بیزنس کانسالتینگ میدم به بچا ساعتی 200 دلار میگیرم باشون صحبت میکنم هر چی میخوام بگم بعد حالا بین هفته یکی بهم زنگ زد دکترا داره زن بچه دو تا خونه گفتم داداش من باید تو سال برسم تو چی <اصلا در صفح> <تصفح> ولی آخرش خدا خوشحال بود پشمان ریخته بود به بچه می هم میگفتم و همین گفتم بچه ها ببین من کسی هم که من تا سی اوی بال... کمپانی... تا کمپانی بودم بعد الان مثلا ده سال کار نکردم مثلا این تا سن... تو یه سال قبل 15 ده... تا کمپانی و سی شون بودم بعد همه رم هم گاییدم خب به همین بهش بچه‌ها میگفتم مثلا بچه‌ها شما کسی میخوان که مثل من باشه که گن زده باشه چون یکی که فقط برده داید. برده چی میخواد به تو بگم میگم فقط بردم ببر خب میتونی نمیتونی ببری که یکم که پول داره باباش کمکش کرد یکی کانکشن داره کانکشن من بدبخت نه پولدار بودم نه کانکشن داشتم نه نمیدونم نه. همه کناشو خودم دارم حالا تو شانسی که آوردی یکی اومده همون روز اول تو کلا گذاشته تو چی شدی من همه خود خرد سرمو کلا گذاشتن میدونی 200 دلار 200 دلار از من زدن من چرا نفهمیدم این اتفاق شریک آخر من رو نابود کرد دیگه تمام کمپانیا ها هم شریک بدون استنس و شریک از بین برده <applause> ولی ایرادش چیه؟ من کامن دینامیترم دینا من میفهمم اونا اشتباه کردن ولی همیشه میگم خفه شو کار اونا که کاری بکنی کار خود چگاهی خوردی <applause> مثلا من اگه آدم باشوری بودم اون روز که اتفاق افتاد من تو اسپانیا گفتم که من برام کارم اومده خدافظ میشناس برمیگشتم <applause> من سفر اسپانیا هم کونی خودم بود میفهمم یعنی این چیزایی که میخوام دیگه بعد آره آنست باشی نمیتونی بگی همشون همشون چون کمپانی من بود اون باباشم هم که تو باباش پولدار بود درست هم نبود آره بیزنس من در اصل بیزنس بهش فروختم برای 100 هزار دلار بعد 6 ماه ترینش کردم سه هفته رفتم مسافرت برگشتم دیگه بیزنس وجود نداشت <laughs> حالا امیدوارم یه بیزنس دیگه یه چیز دیگه بهتری برات داره همیشه اتفاق میفته که نیفتاده اوکی ولی من همیشه اینطوری بهش نگاه میکنم یعنی اون آقایی که الان پول منو خورد تو اون سال اگه الان ببینمش دستشو میگیرم میگم دمت کم همینو گفتم دیگه <تصفيق> <تصفيق> اون تمام باسه موفقیت مثلا یکی دو سال میشه من میدم برگشته ونکوور بعد از مثلا این همه سال بعدش یکی میگم نمیخوای بری الان سراغش خفتش کنی گفتم نه به دمش کم خودش اگه اون نبود الان من اینجا که هستم نبودم من یه دکتری که 9 تا 5 کار میکردم از خود یعنی من آدمی که میدونم نمیتونم نه تا 5 کار بکنم یعنی اصلا نمیتونم یه نفر بهم چیزی بگه یه چیزی انجامم دوستم دوستام واسه خودم همیشه کار بکنم